برخی اقدام های صورت گرفته طی چند روز اخیر در عربستان نشان می دهد که این احتمال وجود دارد در آینده حکومت این کشور تصمیم به ساخت حرم ائمه بقی علیهم السلام بگیرد و امید به این اتفاق را پیش از پیش کرده است از جمله گام های مثبت عربستان برداشتن موانع ساخته شده در اطراف ساختمان مسجد تاریخی فاطمه زهرا سلام الله علیها در مدینه منوره و نیز برداشتن مانع شیشه مقابل مقبره حمزه عموی پیامبر صلی الله علیه واله و آله و شهدای همراهش بوده است مساجد هفتگانه در مدینه منوره نیز بازگشایی و بازسازی آن آغاز شده است همکارم علی اکبری گزارش می‌دهد چند روز پیش اخباری در فضای مجازی منتشر شد که حکایت از آن داشت که عمران خان نخست وزیر پاکستان مذاکراتی محرمانه با برخی مقام های ارشد عربستان سعودی داشته و توانست آنها را مجاب کند که حرم بقیه را بازسازی کنند روز گذشته نیز اخبار تصاویر و ویدیوهایی در فضای مجازی منتشر شد که نشان می دهد موانع و خاک و آواری که چند سال پیش به دستور مقام های دولتی عربستان بر روی ساختمان مسجد تاریخی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در شهر مدینه منوره ایجاد شده بود اکنون برداشته شده و بنای این ساختمان تاریخی از زیر آوار بیرون آمده است از سوی دیگر کلیپ هایی منتشر شده که نشان می دهد معموران دولتی عربستان در حال برداشتن موانع و دیوارهای شیشه‌ای از اطراف محل دفن حضرت حمزه عموی پیامبر صلی الله علیه و آله و شهدای همراهش هستند در همین حال هم اخبار و تصاویری در فضای مجازی در حال دست به دست شدن است که نشان می‌دهد مساجد هفتگانه مدینه منوره موسوم به مساجد سبعه که در جهت غربی محل خندق واقع شدهاند بازگشایی و اقدامات لازم برای بازسازی این مساجد آغاز شده است این اقدامات موجی از شادی و سرور را در میان شهروندان شیعه عربستان و حتی دیگر کشورها به وجود آورده و آرزوی بازگشایی و بازسازی دیگر اماکن و مقامهای متبرکه به خصوص قبور ائمه بقی علیه السلام در آینده نزدیک را تقویت کرده است در همین راستا برخی کارشناسان و ناظران معتقدند این احتمال وجود دارد که حکومت عربستان به اشتباه خود در رفتارها و اقدامهای افرادگرایانه و ضد شیعی خود با شیعیان و مقدسات شیعی پی برده و قصد تجدید نظر در این باره را دارد از همین رو گامهای اولیه در این زمینه را برداشته است